بعد از میشل پیکولی بازیگر سینما که هفته پیش درگذشت، دیروز ژان لوی دابادی ترانه‌سرا و قصه نویس سینما فوت کرد. مردی که کلمات و فکر استعداد همیشگیش بود و از 20 سال پیش عضو اکادمی فرانسه شده بود. در حالی که سرعت حرکت کره ماه و تقویم و ماهواره ها پرسشی برای حلول ماه باقی نمی گذارد، حکومت تصمیم گرفت عید فطر را یک شنبه و دوشنبه جشن می‌گیرد، به خصوص که امسال سال کبیسه تقویم شمسی و قمری و مسیحی کاملا مشخص است. آقای خامنه‌ای در سایت خود یک شنبه را عید فطر اعلام کرده بود. در عوض مراجع دیگر آیت الله جواد آملی، مکارم شیرازی، گلپایگانی دوشنبه را عید فطر دانستند. اختلافشان تا آنجا که در ظاهر در حد تقویم بود و برای رفع هر گونه ابهام آقای علیرضا موحد نژاد در تلویزیون گفت اختلافات سیاسی نیست و اگر به طنز نرویم جنگ جهانی سومی هم در کار نخواهد بود. در ارتباط با خبرهای ایران، آقای مادورو رسیدن اولین نفتکش جمهوری اسلامی به کشورش را جشن گرفت. این یکی از 5 نفتکشی است که قرار است به ونزوئلا برود. هنوز روشن نیست کشور صاحب این نفتکش ها کدام دولت است که اجازه داده پرچم حکومت بر روی آن طبق اجبار قوانین بین المللی نصب شود. باید اضافه کرد هواداران دولت کنونی ونزوئلا به جز کوبا و جمهوری اسلامی چین و روسیه هستند. به گفته رسانه ها دیروز دشمن شماره 1 جمهوری اسلامی آقای نتانیاهو در حالی که شاغل در کشورش می باشد در دادگاه حاضر شد تا به اتهام او، یعنی سوء استفاده و دریافت 180 هزار یورو رسیدگی شود. بر حال ویروس کرونا بر تمام موضوعات زندگی اثر گذاشته است. کشورهای اسلامی از عربستان که مظهر مکان مقدس اسلامی و 72,000 مبتلا به کرونا را ثبت کرده است. اینجا در آلبانی نمازگزاران در حالی نماز فطر را به جا می آورند که نیم قرن پیش انور خوجه درب مساجد و هر عبادتگاه مذهبی را به روی همگان بسته بود. روز یکشنبه در جنب پاریس در حومه‌ای به نام لوولوا تعدادی مسلمان در یک ورزشگاه نماز عید را به جا آوردند. 30 داوطلب نظم و رعایت فاصله ها را مدیریت کردند. باید گفت بیشتر مکانهای عبادت در فرانسه بسته بودند و این نه تنها مساجد بلکه کلیساها تا همین پریروز. به موازات مسئله کرونا به این شعار کارکنان بیمارستان که خشم کارکنان در قرنطینه نخواهد ماند توجه کنید، یا که لباسمان سفید و خشممان سیاه است. آقای فرانسوا اولاند رئیس جمهور پیشین امروز در رادیوی فرانس انتر گفت در پاره از مشکلات امر پزشکی خود را مسئول می داند. در فلسطین اولین قربانی کرونا به نام ابو ریدا 77 ساله درگذشت. روز گذشته نیویورک تایمز در امریکا به دلیل ویروس کرونا نوشت 97,048 قربانی و 1,621,658 نفر مبتلا به ویروس. عبور از مرز 100,000 قربانی صحبت روز و ساعت است. فهرست نام‌های مشهور در جمع این بیگناهان کم نیست و به سمبول نام دو تن. خانم لیلا فنویک اولین بانوی سیاه‌پوست که دیپلم و دکترا گرفت و در سن 86 سالگی درگذشت. نفر دوم مایکل کوکر که به زندان ابد محکوم شده بود اما پس از آزادی در سن 69 سالگی درگذشت. بر اساس خبرهای اعلام شده حکومت 3721 نفر که جرمهای جنایی داشتند از زندان آزاد کرد، اما هیچ یک از زندانیان فکری و عقیدتی آزاد نشدند. و گزارش آخر، تصاویری از عید فطر و باور مسلمانان در سراسر جهان که گناهان آمرزیده شد. باشد که گناهان تازه در کارنامه سال نو ثبت نشود. ما برای پرسیدن
نام گلی ناشناس چه سفرها کرده ای، چه سفرها کرده ای.